درود بر شما دوستان و همراهان، در خدمت شما ایم با درس 13 از سری درس های 11000 عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با ترجمه و توضیحات فارسی. I wear a 16. I wear a 16. Wear یعنی پوشیدن. 16 دقت داشته باشید، استرس روی بخش دوم تین. 16 یعنی من یک سایز 16 می پوشم. I wear a 16. I will pass. I will pass. Pass یعنی گذشتن یا پاس کردن. Will حالت آینده. I will pass یعنی من قبول خواهم شد. من خواهم گذشت. هر دو معنی هم میتونه استفاده بشه. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت برای اینکه تسلط پیدا بکنید به این جمله. همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بخونید. با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتماً با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو رفع بکنید. I will pass. I wiped out. I wiped out. یعنی من خورد و خستم، درب و داغونم، له شدم. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت. همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بخونید. با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتماً با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو رفع بکنید. I wiped out. In the hole. In the hole. Hole یعنی چاله یا سوراخ. In the hole یعنی در داخل سوراخ بودن، داخل چاله بودن. معنی اصطلاحی داره، یعنی در شرایط بدی بودن، در چاله بودن. In the hole. In the soup. In the soup. یعنی من توی سوپم آروم و قرار ندارم. In the soup. Is that it? Is that it? یعنی فقط همون بود. Is that it? Is that okay? Is that okay? یعنی آیا این خوبه؟ این اوکیه؟ Is that okay? It beats me. It beats me. یعنی من سر در نمیارم از این ماجرا. It beats me. It's sunny. It's sunny. یعنی هوا آفتابیه. It's sunny. It's foggy. It's foggy. Foggy یعنی مهالود. It's foggy یعنی هوا مهالوده. It's foggy. It's Monday. It's Monday. یعنی امروز دوشنبه است. It's Monday.
It's rainy. It's rainy. Rainy یعنی بارانی، هوا بارونیه. It's rainy. Jerry built. Jerry built. یا آدمایی که آپارتمان میسازن با کیفیت پایین و میفروشن بهشون میگن چی؟ بساز بفروش. Jerry built تو انگلیسی بهشون میگن. Jerry built. Just drive. Just drive. یعنی فقط رانندگی کن. دوستان توجه داشته باشید نگفتم drive. Just drive. بین دی و آر هیچ صدایی وجود نداره. پس میگیم چی؟ drive. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت برای اینکه تسلط پیدا بکنید به این جمله. همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بخونید. با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتما با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو رفع بکنید. Just drive. Keep going. Keep going. به صورت خیلی عامیانه تر میگن going، یعنی به حرکتت ادامه بده، به کاری که داری انجام میدی ادامه بده. حالا نوبت شماست برای اینکه مسلط بشید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما بیان بکنید و فراموش نکنید که باید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید. Keep going. Keep it up. Keep it up. یعنی ادامش بده. Keep it up. Lend a hand. Lend a hand. یعنی دست یاری دادن. Lend a hand. Latest deal. Latest deal. یعنی آخرین معامله. Latest deal. Let him go. Let him go. یعنی بگذار او برود. خب حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Let him go. Let it rain. Let it rain. یعنی بگذار بباره، بگذار بارون بیاد. Let it rain. Let me pay. Let me pay. یعنی اجازه بدید من پرداخت کنم. Let me pay. Let's go in. Let's go in. یعنی بیا بریم داخل. Let's go in. Let's party. Let's party. یعنی بیا جشن بگیریم. Let's party. حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید که خوب بهش مسلط بشید. Let's party.
Let's share. Let's share. یعنی بیا با هم شریک بشیم. مثلا غذا یا نوشیدنی رو شما میخوای تعارف بکنید به دوستتون، به رفیقتون، میگی بیا با هم شریک بشیم. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت. همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا همزمان با این کلیپ بخونید، با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتما با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظی و بیانتون رو رفع بکنید. Let's share. Like a shot. Like a shot. یعنی مثل برق، سریع. Like a shot. Lovely days. Lovely days. Lovely یعنی دوست داشتنی. Days حالت جمع روز که میشه روزها. Lovely days یعنی روزهای دوست داشتنی. Lovely days. Money talks. Money talks. یعنی پول حلال مشکلاته. تو فارسی هم داریم. میگیم پول حلال مشکلاته. Money talks. Move to it. Move to it. یعنی برو کنار، راه رو باز کن. Move to it. Mustn't we? Mustn't we? این عبارت کاملش بوده. Must not we؟ یعنی آیا ما نباید؟ برای تایید از فردی میپرسه Mustn't we؟ ما نباید این کار رو بکنیم؟ Mustn't we? Nice going. Nice going. حرکت خوبی بود. خب حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Nice going. Night night. Night night. قابل استفاده برای گفتن شب بخیره، مثلا به دوستتون یا همسرتون. Night night. No offense. No offense. یعنی دور از جون، منظور بدی نداشتم. No offense. No problem. No problem. خواهش میکنم، مشکلی نیست. دوستان توجه بکنید، پرابلم نگفتم. Problem بین P و R هیچ صدایی وجود نداره، پس ما هم صدای اضافه نمیکنیم. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا بهش مسلط بشید. No problem. None taken. None taken. وقتی که شما به کسی میگید no offense یعنی منظور بدی نداشتم، دور از جون، طرف به شما میگه none taken یعنی من هم به دل نگرفتم، من هم به خودم نگرفتم. None taken. Not at all. Not at all. یعنی خواهش میکنم، اصلا به هیچ وجه، چیز خاصی نیست. Not at all.
Not too bad. Not too bad. یعنی خیلی بد نیست. خیلی بد نیستم. Not too bad. On my honor. On my honor. یعنی به شرافتم. به شرافتم قسم. On my honor. On odd days. On odd days. Odd یعنی فرد. Days روزها. On odd days یعنی در روزهای فرد. On odd days. On the left. On the left. یعنی در سمت چپ. On the left. On the move. On the move. یعنی در تکاپو، در حرکت. On the move. Opportunist. Opportunist. Opportunity یعنی موقعیت. Opportunist یعنی فرصت طلب، نون به نرخ روزخور. Opportunist. Outstanding. Outstanding. دوستان توجه بکنید نگفتم outstanding. ای نداره. Outstanding یعنی قابل توجه، ارزشمند. حالا نوبت شماست. برای اینکه مسلط بشید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما بیان بکنید و فراموش نکنید که باید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید. Outstanding. Over budget. Over budget. Budget یعنی بودجه. Over یعنی چیزی فراتر از اون. Over budget یعنی خرج برداشتن، چیزی بیش از حد تصور و بیش از بودجه. Over budget. Past events. Past events یعنی وقایع گذشته، اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند. Past events. Pencil lead. Pencil lead. Lead یعنی نوک، جلو. Pencil یعنی مداد. Pencil lead یعنی نوک مداد. Pencil lead. Poor excuse. Poor excuse. یعنی عذر غیر موجه. Poor excuse. Poor fellow. Poor fellow یعنی بنده خدا. Poor fellow. Pop it out. Pop it out یعنی بده بیرون، بگو دیگه، بنال دیگه. Pop it out.
Pray for me. Pray for me. دوستان توجه کنید، باز نگفتم pray for me. Pray for me یعنی برام دعا کن. حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید که خوب بهش مسلط بشید. Pray for me. Put on airs. Put on airs. این جوگیر شدن و رئیس بازی در آوردن، ادای استاد چیزی بودن رو در آوردن. Put on airs. Quite a few. Quite a few. یعنی خیلی زیاد. Quite a few.